سلام مجدد خدمت دانشجوی عزیز خودم، خدمت شما عرض کنم که ما تو مبحث جنین شناسی شروع کردیم، پرایمری هارت فیلد رو صحبت کردیم، ناحیه قلبساز اولیه صحبت کردیم، ناحیه قلبساز ثانویه صحبت کردیم، سلول های ستیق عصبی که میان کمک میکنن صحبت کردیم، بعد نحوه تشکیل لوله قلبی رو صحبت کردیم، بعد فولدینگ لوپینگ هایی که انجام میده و فولدینگ هایی که انجام میده، در نهایت هر کدوم از اون ساختارها بطنا میرن سمت چپ و جلو و دهلیزها میرن سمت خلف پشت و عقب صحبت کردیم. اما ما الان قلبی که داریم یک قلب تک حفره‌ایه، یک قلب تک حفره‌ایه که یه سری ورودی ها داره که از پشت دهلیزها وارد میشه و یه خروجی داره که خروجی های بطن هستن. ولی همینطوری که ما میدونیم ساختار قلب یک ساختار چهار حفره‌ای است یا فور چمپر هست، درسته؟ یک ساختار فور چمپر است. خب ما یک پدیده ای داریم به نام سپتیشن. سپتیشن یعنی چی؟ یه جورای دیوار سازی. این بعد باید توسط یک سپتیشن دیوارهاش بیاد و این بطن رو به یک قلب و به یک ساختار چهار حفره‌ای تقسیم بنماید. خب اول یه توضیح بدم، ما دو نوع فرایند داریم که دو تا حفره رو از هم جدا میکنه، یعنی دو نوع سپتیشن ما داریم. یه نوع اکتیو هست، یک نوع اکتیو هست. به چه صورت؟ مثلا این ساختاری که من الان میبینم، مثلا من این ساختاری که میبینم، حالا یه ساختار سه‌بعدی میخوام بکشم، یعنی ساختار دهلیز هست، بالا هست، این هم ساختار چی؟ بطن هست. اوکی؟ حله؟ درسته؟ ساختار به این صورته که یک ساختار چی؟ تک حفره‌ای هست. من یه چیزی خدمت شما میخوام عرض کنم. قبلش اینجا خدمت شما عرض کنم که تو کتابم در موردش صحبت کرده، یک ساختاری به نام ژله قلبی. وقتی که طبق پدیده‌ای به نام واسکولوژنزیس این ساختار اندوتلیوم عروق تشکیل شد، این ساختار چی؟ اندوتلیوم عروق. این ساختار اندوتلیوم عروق، یک لایه سلولای چی؟ سنگ فرشی، درسته؟ و یه داخلی عروق تشکیل داد. و بعد لایه بعدی که مدیا هست بافت عضلانی هست. منتها دیدن توی نحوه تکامل یک بافت همبند سرشار از چی؟ هیالورونیک اسید ما بین این لایه اندوتلیوم و لایه عضلانی که خارجش هست تشکیل میشه. این لایه عضلانی که خارجش هست، درسته؟ به این بافت که چند سالی هم هست بیشتر اینو نفهمیده، لایه خارجیش هم میشه چی؟ بافت همبند. به این بافت میگن چی؟ کاردیاک ژلی یا ژله قلبی یا ژله قلبی. این ساختار هست و بعدا از بین میره، فقط تو دوران تکامل وجود داره این ژله قلبی. یک بافتی از سرشار اسید هیالورونیک. وقتی میگیم سرشار از اسید هیالورونیک یعنی سرشار از چی؟ دقیقاً سرشار از این که توانایی جذب آب داره، بس حالت چی داره؟ ژله‌ای داره. ما دو رو سپتیشن داریم. یکی از سپتیشن ها چیه؟ وقتی یک حفره ای هست، مثلا این حفره ای که اینجا هست بین دوتا دهلیز ها و بطن ها وجود داره، درسته؟ یک حفره ای هست دیگه، بالا دهلیز ها هست، پایین چی؟ بطن ها هست. یک سری ساختار هایی تو طرف، تو دو طرف یه سری بالشتک ها، یه سری بیرون زدگی هایی توی بافت اتفاق میفته. مثلا اینجا من بکشم خدمتتون تا متوجه بشیم داستان چی هست. من همین ساختار آوردم اینجا کشیدم. لایه داخلیش هست، بیرون بافته چیه؟ عضلانی. ولی توی دقیقا توی نحوه تکامل اولا چیه؟ کاردیاک ژلی و بیرونش بافته عضلانی. من اینجا باش کاری ندارم. شروع میشه یک سری بیرون زدگی ها و بالشتک هایی در سمت مقابل هم ایجاد شدن. یه سری بارشتک هایی توی کجا ایجاد میشه؟ تو ناحیه ونترال ایجاد میشه، تو ناحیه چی؟ شکمی. من قبلا هم اینم خدمت شما عرض کردم، توی
جنین از واژه قدامی خلفی استفاده نمی کنن. از واژه چی استفاده میکنن؟ ونترال و دورسال. منطقی هم هست. چرا؟ من اینو قبلا توضیح دادم. اگر جنین مثلا فکر کن اینجا رحم هست، منم یک جنین هست، اگر جنین میدونید احتمال داره این لانه‌گزینی به هر جای جنین باشه دیگه، جای مختلفی باشه، اگر اینجا من اگر اینجا مادر باشه، شکم مادر باشه، من به این صورت باشم، این ناحیه میشه چی؟ ناحیه ونترال. اون موقع میتونیم بگیم قدامی، درسته؟ اینجا دقیقاً ونترال مترادف با چی؟ قدامیه. ولی اگر به خاطر لانه‌گزینی به گونه ای باشه که من به این صورت قرار داشته باشم، آیا قدامی درسته واسش؟ نه. حتی خود جنینم توی مراحل مختلف چرخش داره داخل رحم. میدونید که توی یک مراحلی بریچ هست، توی یک مراحلی به صورت چی میشه؟ سفالیک انجام میشه. بریچ یعنی چی؟ ببین نحوه قرارگینی اون قسمت از بدن که به سمت گردن رحم است موقعیت جنین رو تشکیل میده. اگر سر جنین به سمت ناحیه سرویکس باشه میگن جنین چیه؟ سفالیکه. اگر ناحیه کودال باشه دقیقاً بریچ میگن بریچ. بریچ مثل موقعیتی که شما رو صندلی نشستید. پایینش چیه؟ گردن رحم است. پاهاتون در معرض نیست، ناحیه باسن در معرض. دقیقاً موقعیت که شما رو صندلیتون نشستید میشه 23. حالا این جنین تو موقعیت‌های مختلف است. آنتریور و پوستریور استفاده کنیم غلط میشه. باید ونترال و دورسال استفاده. خب پس یه سری وارشک ها به صورت ونترال ایجاد میشه، یه سری وارشک ها به صورت چی؟ دورسال ایجاد میشود. یه سری وارشک ها به صورت دورسال ایجاد میشود. خب یه سری بالشتک ها هم به صورت چی ایجاد میشه؟ لترال ایجاد میشه. توی لترال یه سری بالشتک ها هم ایجاد میشه. بالشتک ها چیزی نیستن، رشد این اندوتلیوم به سمت همدیگه. به اینا میگن بالشتک های اندوکاردی. چرا؟ الان بهتون میگم چرا بهش میگن بالشتک های اندوکاردی. توی خدمت شما عرض کنم که داخل عروق خونی ما میگفتیم سه لایه است. لایه داخلی میشه چی؟ اندوتلیوم، درسته؟ لایه وسطی میشه چی؟ لایه عضلانی. و لایه خارجی میشه چی؟ ادونتیشیا یا بافت همبند. خب توی بافت قلب هم همین لایه ها هست، منتها اسماشون عوض میشه. توی اونجا لایه داخلی که یک لایه سلول های اندوتلیال هست بهش میگن چی؟ اندوکارد. لایه عضلانی بهش میگن چی؟ مایوکارد. و بافت همبند اطرافش رو بهش میگن چی؟ پریکارد. پری یعنی چی؟ اطراف. کارد یعنی چی؟ کاردیوم. قلب. تمام شد. اندو یعنی چی؟ تو. مایه یعنی چی؟ عضلانی. به همین راحتی. این بالشتک ها از چه لایه مبدا میگیرن؟ اندوکارد. مثل یه بالشتک میگن بالشتک های اندوکاردی. کاردیا کوشن. به همین راحتی. درست؟ اندوکارد کوشن. این بالشتک های لترال هم چیکار میکنن؟ شروع میکنن روش کردن به سمت داخل. اما دیدن حالا چرا اینجا ژله قلبی به چه درد میخوره؟ دیدن آنچه که باعث میشه اینا روش کنن به سمت هم دیگه و نقش دارن همین ژله قلبی هست. داشته چی شد؟ دقیقا میگن نحوه زیاد شدن ژله قلبی مقابل هم دیگه باعث میشه این اتفاق بیفته. پس 4 بالشتک های اندوکاردی تو ناحیه چیز تشکیل میشه؟ تو ناحیه چی؟ بین دهلیز ها بطن. 2 لترال، 1 ونترو دورسال. این لترال ها خیلی رشد نمی کنن. مونتا این ونترال دورسال شروع میکنن رشد کردن به سمت هم دیگه. های رشد میکنه میاد جلوتر، درسته؟ چی باعث این رشدش میشه؟ کاردیا ژلی. و در نهایت اینقدر به هم دیگه رشد میکنن که به هم دیگه میرسن. نگاه کنین. و مجرای این رو ببین، گفتم لترال زیاد رشد میکنه، اینا بنگر رشد میکنه، به هم دیگه میرسن. به این میگن دریچه چی؟ دهلیزی و
بطنی، دهلیزی بطنی. دو تا دریچه بین دهلیزها و بطنها تشکیل میدن. پس این اولین سپتومی که وجود دارد، این اولین سپتومی که وجود دارد، اولین ساختاری که وجود دارد. درسته؟ مشکلی نیست؟ حله؟ پس دو تا مجرا ایجاد میشه، مجرای دهلیزی بطنی راست، مجرای دهلیزی بطنی چپ. اولین قدم، این یک نوع ساخت دریچه است. دو تا بالشتک، دو تا بافت فعال ایجاد میشن، روش میکنن به سمت همدیگه و یک سپتوم ایجاد میکنن. هیچ کاری نداره، مثل اینجایی که ما میخوایم این اتاق رو به دو تا اتاق تقسیم کنیم، یه سری شروع میکنن دیوار از اینجا چیدن، یه سری دیوار از اونجا چیدن و این اتفاق میفته. بعضی موقع هم دقیقاً یه قسمت اصلا رشدی ندارد، بعضی موقع هم دقیقاً این که میگید درسته، بعضی موقع هم یه قسمت اصلا رشدی ندارد، فقط رشد سمت یک طرف است که میاد به دو تا سپتوم تقسیم میکنه. درسته؟ دو تا سپتوم تقسیم میکنه. این از اینجا. اما یک موقعی است ما یک ساختاری داریم، مثلا مثل ساختار یک بد، من اینو اینجا پاک کنم، یک پاک کنم اینجا. این روش خیلی جالبیه. با این روش اون دو تا لوله رو کاملا به دو تا قسمت مختلف تقسیم میکنه، یعنی کاملا به هم میرسن. اما یک روش دیگری داریم، مثلا این الان یک لومن هست، هر چیزی، این یک لومن هست. درسته؟ این لومن هستش، به خاطر تفاوت رشد تو قسمت‌های مختلف اتفاق میفته. مثلا چی؟ مثلا توجه کنید اینجا این ناحیه با این ناحیه شروع کنن تقسیمات و میتوزی و رشد کردن، ولی این ناحیه رشد نکنه، چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید، اینجا الان رشد کرد، اینجا الان رشد کرد، اینجا رشد نکرد. درسته؟ تو مرحله بعدی رشد بیشتر، اینم رشد کرد دیگه. درسته؟ تو مرحله بعدی رشد بیشتر، دوتا ساختار متفاوت ایجاد شد. متوجه چی شد؟ به خاطر تفاوت رشد. این یک روش دیگر سپتیشن، ولی تفاوتی که این روش با این روش داره، این هیچ موقع باعث نمیشه دو تا ساختار کاملا از هم جدا بشون، چون قسمت فوقانیش چیه؟ دقیقا دیواره. ببینید ما توی قلبمون یک دیواره داریم که دو تا دهلیز از هم جدا میکنه، میگن دیواره بین دهلیزی. یک دیواره هم داریم که دو تا بطن رو از هم جدا میکنه، میگن دیواره بین بطنی. بچه ها به صورت کلی یادتون باشه دیواره بین لزیزی مکانیسمش اینه، تقریبا رشد از دو طرفه، حتی بالا شکای اندوکاردی نیستا میگم به چه صورته، ولی کامل جدا میشه. ولی دیواره بین بطنی قسمت اعظمش به این صورته و کاملا از هم جدا نمیشه، میگم حتی در نهایت جدا میشه، ولی میگم به چه صورت. خب پس این دوتا روش هم گفتیم، شما آموختید. حالا میخوام برم ببینم دیواره بین دهلیزها به چه صورت از هم جدا میشود. دیواره بین دهلیزها به چه صورت از هم جدا میشود؟ ابتدا از سقف دهلیز ناکنی، این ناحیه دهلیز است، این دهلیز. حالا این هم چیه؟ بعد سبودی بکشم مشخص بشه. این دیواره از نه پرابلم تا اینجا؟ اله این دیواره عضلات. خب اتفاقی که میفته من الان اینو به صورت ساجیتال کشیدم دیگه، ناکنید این به صورت ساجیتال میفته دیگه، وسط میفته. من الان سه بعدی کشیدم، درسته؟ حتی من اینجا میخوام اینو دو بعدی بکشم، ولش کن، دو بعدی بکشم. تو کتاب چون دو بعدی کشیده، اینو دو بعدی بکشم تا شما متوجه بشید داستان چی هست. تو کتاب این الان سه بعدیه، ولی تو کتاب اینو باید به صورت دو بعدی کشیم. این چیه؟ دهلیز است، اینجا چیه؟ بعد درسته؟ من یه برشی بردارم به صورت کرونال از اینجا بزنم، یعنی به این صورت از اینجا بزنم، به این صورت مقطع بزنم، این خیلی مهمه. من خیلی از بچه‌ها دیدم اینو به این صورت، یه همچین مقطعی، یه همچین برشی از اینجا بردارم بزنم، درسته؟ این بالشتک های آندوکاردی فقط یه قسمت کوچیکش مشاهده میشه دیگه، درسته؟ کاملا مشاهده نمیشه. دقیقاً ناکنی بالشک های آندوکاردی که اینجوری قرار داره، به این صورت قرار داره که دهلیز سمت راست و بطن سمت راست و از دهلیز و بطن سمت چپ جدا میکنیم، اگر برش اینجوری بزنم فقط یه نقطه رو میبینم. دقیقاً
نقطه مقابل بالاشای آندوکاردی توی سقف دهلیز یک دیواره شروع میکنه روش کردن اومدن به سمت پایین. به این دیواره میگن دیواره اولیه، اولین قدم. به این دیواره میگن دیواره اولیه. این چی روش میکنه میاد به سمت پایین. منتها این دیواره اولیه، دیواره اولیه روش میکنه میاد به سمت پایین، پایینش یک فضای باقی میمونه. اولا که اینجا یه قانونی من اینجا بگم، همه چی عروس تازه بفهمید این داستانو به خاطر چی. ما سیستم گردش خونمون به چه صورته؟ سیستم گردش خونمون به چه صورته؟ من این گوشه یه گوشه اینجا بکشم بعد براتون توضیح بدم تا بفهمید چرا این اتفاقات داره میفته. همه رو با علت بفهمید. ما چی داریم؟ توی بزرگ سالان دیگه درسته؟ اینا چه هم؟ شهریان های دیروی. خب که اینجا درسته؟ نه برعکس توی قسمت مقابل چیه؟ درسته؟ نه. خب اینجا چه ساختاره قرار داره بچه ها؟ ریه. خب اله؟ اینه سمت مقابل، اینه سمت. اینجا اگر من بخوام بکشم، اینجا حالا دیگه به صورت شماتیک میکشم. دو تا شریان اصلی خون بدن و خون وریدی بدن رو وارد چی میکنن؟ دهلیز راست. دقیقا، دهلیز سمت راست میکنن. حالا سه تا شریان، دو تا شریان. بس. اینم دیواری بین دهلیزی است، این دیواری بین بطنی است. اینم دریچه های سلطی و دولتی است. خون بدن، خون وریدی. بعد توی افراد بالغ مکانیزم خون به این صورتی که بعد از این که جمع‌آوری میشه، حالا توسط اینفریو وناکاوا و سوپریو وناکاوا وارد چی میشه؟ بطن دهلیز سمت راست میشه. از دهلیز سمت راست توسط دریچه دهلیزی بطنی تو سمت راست میگن دریچه سلطی وارد چی میشه؟ بطن راست میشه. از بطن راست وارد کجا میشه؟ شریان های ریه و ریه ها میشه. بعد از این که تبادلات انجام شد، یعنی خون دکسید کربن دار برداشته شد و خون اکسیژن دار ساخته شد، برمیگرده توسط 4 تا ورید تو کجا؟ دهلیز سمت چپ. بعد از این که تو دهلیز سمت چپ میاد خون حرکت میکنه تو کجا؟ بطن سمت چپ. و از بطن سمت چپ میره داخل کجا؟ آورت و پخش. بعد از این که استفاده میشه دوباره برمیگرده. این مکانیزم اولی که خیلی ساده است، شما تو دبیرستان میدونید. اما تو جنین یک مشکلی وجود داره. ریه ها فعال نیست، عمل کردی نیست. یعنی چی؟ یعنی دیواره های آلواو روی همدیگه افتادن. میگن ریه ها کلاپسه. به این پدیده میگن کلاپس. شما حالا خیلی مثلا جواب های سی تی ام آر رو نگاه کنید، میگه ریه لوب فوقانی، لوب تحتانی ریه سمت چپ کلاپسه. کلاپسه یعنی چی؟ یعنی ریه افتاده روی هم، نمیتونه تنفس کنه. توی جنین کاملا ریه ها چی؟ کلاپسه. می نگاه کن وقتی ریه ها تو آدم طبیعی انقدر باشه، وقتی ریه کلاپسه چقدر میشه؟ خیلی کوچیک. چون آلوئولا با نمیشه. خب ریه ای که کلاپس باشه، اگر خون بره داخلش چی میشه؟ دچار ادم میشه، مشکله. در نتیجه خون نباید بره وارد بطن راست بشه، بره داخل شریان ریوی. باید یه بایپاسی باشه. بایپاس یعنی چی؟ یعنی خون میره داخل بطن راست، از بطن راست میره بطن چپ. بس تا قبل از تولد دیواره بین دهلیزی باید کامل نباشه. چون اگر کامل باشه یعنی چی؟ اصلا همین موقع است واسه مرگ جنین میشه. همچین مشکلی وجود داره دقیقاً باعث مرگ جنین میشه. اصلا یکی از معضلاتی که وجود داره همین. اوکی؟ بس هیچ موقع این دیواره بسته نباشه. اما این دیواره اولیه قبل از اینکه برسه به ناحیه کوشن، چون برسه به این ناحیه کوشن بالشتکی، دیواره بین دهلیزها از بین میره. به این سوراخ میگن سوراخ اولیه. سوراخ اولیه. منتها یه اتفاقی میفته. اینجا که میرسه یه خورده سرعتش کم میشه. کم کم که داره میاد به این بالشتک‌های آندوکاردی برسه، شروع میکنه تو قسمت فوقانی یه سری طبق پدیده آپوپتوز یه سری سوراخ‌های ایجاد شده.
به میگن سوراخ ثانوی. یعنی قبل از اینکه به اینجا برسه اینجا یه سوراخی ایجاد میشه، به میگن سوراخ ثانوی. اوکی؟ میخواید اینو از نمای کرونال دیدیم، میخواییم از نمای ساجیتال هم اینو ببینیم. خیلی جالبه از نمای ساجیتال هم اینو ببینیم به چه صورت. یعنی چیه؟ دهلیز این بطن، درسته؟ دهلیز بطن. دیگه از نمای ساجیتال که میبینیم کامل اینجا رو میبینیم، درسته؟ بالشتک های اندوکاردیو میبینیم، اینجا برش خورده دیگه، درسته؟ از بغل من دارم نگاه میکنم. ابتدا شروع میکنه یک دیواری به نام دیواری اولیه روش کردن. نگاه کن دیواری اول، این دیواری اولیه است، این دیواری اولیه روش کردن. حله؟ ببین شکل متوجه میشه، شکل متوجه نشه هیچی متوجه نمیشه. این دیواری اولیه روش کردن، این دیواری اولیه که روش میکنه داره میاد پایین، قسمت های تحتانیش چیه؟ به میگن سوراخ اولیه. منتها قبل از این که قبل از اینکه بچه ها این سوراخ اولیه کامل بسته بشه، شروع میکنه طبق پدیده آپوپتوز اینجا یه سری چی؟ سوراخ ها ایجاد شده. یک سوراخ ایجاد میشه به نام سوراخ ثانوی. این سوراخ ثانوی از اینجا میشه دیگه، اینجا چی؟ بسته میشه. بس هنوز ارتباط بسته. بس اینجا من دارم کرونال میبینم، اینجا چی؟ ساجیتال میبینم. طبق پدیده بعدی شروع میکنه یک دیواره تشکیل شدن به نام دیواره ثانویه. دیواره ثانویه دقیقاً توی دهلیز سمت راست دیواره اولیه تشکیل میشه. این دیواره ثانویه است. رنگ آبی بکشم، خوبه؟ این دیواره ثانویه که روش میکنه میاد پایین، درسته؟ و از پایین هم روش میکنه میاد بالا. اینجا یک سوراخی کاملی چون که این دوتا دیواره به هم نمیرسن، نگاه کنین همین نمای چی؟ ساجیتال. نمای ساجیتال. این چیه؟ اندوکاردیا کوشن. چه اتفاقی میفته؟ الان دیواره اولیه شکل گرفته، سوراخ اولیه هم شکل گرفته. من دارم روی اونو میکشم. یک دیواره شروع میکنه روش کردن به نام دیواره چی؟ ثانوی. این دیواره ثانوی. منتها این دیواره ثانویه هیچ موقع یک دیواره کاملی رو نمی‌سازه. اینجا یک سوراخ بیزی شکل می‌ساخته، بهش میگن چی؟ اوال فرامن. اوال فرامن یا سوراخ بیزی. این اوال فرامن، درسته؟ اوال فرامن هست. حله؟ این دقیقا روی این دیواره قرار داره، این دقیقا روی این دیواره قرار داره. خب بله بله، الان اینجا هم داریم می‌بینیم اوال فرامن سطح پایین‌تر. خب این باعث چی میشه؟ این باعث چی؟ یه مطلب دیگر، دیواره ثانویه خیلی تایت‌تر از دیواره اولیه است، خیلی محکم‌تر از دیواره اولیه است. توی زمان جنینی شما به من بگید، اینا هم چی هست؟ درسته دلیز بردین که در مورد صحبت خواهیم کرد. شما به من بگید توی زمان جنینی فشار خون تو دهلیز راست بیشتره یا دهلیز چپ؟ دهلیز راست. 100% دهلیز راست. چرا؟ دقیقاً از ریه خونی برنمیگره بیاد که فشار خون اینجا بشه. در نتیجه ولی شما تو روز 21 اتفاق دیگه، تو روز 21 قلب شروع میکنه یک بیتی انجام دادن. بیت یعنی چی؟ ضربان‌های سیستول و دیاستول. توی سیستول قلب داره چی؟ منقبض. توی دیاستول چی؟ حالت استراحت. حالت استراحت داره. آفرین. ولی قلب اون بیت یا ضربانشو داره. وقتی خون تو اینجاست، فشار خون تو اینجا بالاست، درسته؟ خون میزنه به کجا؟ میزنه یک مقدارش چون این سوراخ بازه، میره از طریق سوراخ بیزی، میره از طریق سوراخ ثانویه، میره تو کجا؟ بطن دهلیز سمت چپ. و این شنته اتفاق میفته. بعد این دیوارم چی؟ دیوارم سسته. وقتی خون اینطوری بهش میخوره، خون اینجا بهش میخوره، این دیواره هر چی کار میکنه؟ دقیقاً لط درجه هولش میده اینور، باز میشه و اینجا میتونه خون انتقال پیدا کنه به دهلیز سمت چپ. ولی خب مقداری هم پایین میاد، مقداری هم سمت بطن راست میاد، ولی بطن راست چون میفرسته توی ریه‌ها، ما یک شنتی داریم توی جنینات، توی این بالا. نه اون پتنت که موقعی که بسته نشه. دقیقا. ما یک ارتباطی داریم بین مجرای شریان وریدی و شریان آورت تو زمان جنینی. بهش میگن چی؟ مجرای شریانی.
که بعد از تولد بسته میشه. حالا در مورد صحبت اون یک مقدار خونی هم که میره داخل ورید شریان ریوی از اینجا برمیگرده داخل شریان آرتری. چون چرا؟ چون اینجا کلاپسه، اینجا جلوش بسته است، درسته؟ جلوش بسته. خداوند اینو قرار داره بالاخره یه مقداری میاد پایین دیگه، از داخل بطن راست میره، از اونجا برگه. حالا در مورد اون صحبت میکنه. اما موقعی که این تو زمان چیه؟ آیا یه سوال دیگه، آیا سیستوله دهلیز راست با دهلیز چپ تو یکسانه؟ نه، دیلی داره. اول دهلیز راسته، بعد این تو مرحله دیاستول که میره این چیه؟ سیستول. خب دقیقاً همین باعث میشه این تو دیاستوله اینجا چی ضربان قلب چیز مقدار فشار خونش بره بالا، فشار خون میزنه به این چی؟ به این دریچه لاتن. دقیقاً میاد اینجا چی؟ دقیقا. چون اصلا خون باید از دهلیز سمت راست برود دهلیز سمت چپ، ولی بعد اگر برگرده یعنی چی؟ مشکل، یک مشکل هارتیفه، یک مشکل قلب. بعد از تولد اولین اتفاقی که بعد از تولد میفته چیه؟ چی؟ دقیقا. اصلا چرا بسته میشه؟ نه بلافاصله بسته نمیشه، دقیقا زمان میبره، چند ماه زمان میبرد کامل بسته بشه. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ ولی اتفاقی که میفته من یه سوال دیگه من میخوام بکنم، حتی تو اونجا من گفتم اولین احساسی که تو نگو ویدیو دید، اولین احساسی که تو وقتی به دنیا اومدی، اولین احساسی که تو این دنیا داشتی چه احساسی؟ غفاری. چرا گریه میکنی؟ دلت برای مامانت تنگ شده؟ نه، چون داری خفه میشی. احساس چیه؟ خفگی. اون اصلا گریه باعث میشه. خب وقتی داری خفه میشی گریه که میکنی، اولین چیز میخوای تنفس کنی. وقتی تنفس کنی ریا چی میشن؟ گریه کردن، ریا باز میشن. ریا باز میشن، اینجا دیگه مسیر ورود خون میفته تو ریاها. خون میفته تو ریاها، بعد از اینکه تبادلات اتفاق میفته از ریاها برمیگرده تو کجا؟ دهلیز چپ. از طریق چی؟ شریان های وریدهای ریوی. حالا فشار خون اینجا میره بالا، میره بالا یا پایین؟ بالا. میره بالا. اینو میچسبونه به اینجا و چند ماه طول میکشه که کاملا این بسته بشه. درست. اووال فوسا میشه. اووال فوسا دیوارهاش از کدوم دیواره است؟ ولی کفش از کدوم دیواره است؟ منطقیه دیگه. خیلی منطقیه. حالا توی تقریبا حالا دقیقاً 10% یا 20% 20% افراد، 20% افراد این اووال بسته نمیشه. حتما یه چیزی شنیدید، میگن که حتما یه چیزی شنیدید. دقیقاً یه نفر میاد میگه که من بچم مثلا عمه خاله پسر خاله عموم یه بچه آورده، میگه بچهش قلب سوراخه. این منظور که قلب سوراخه اینطوری نیست که خداوند یه سوراخ اینجا قرار داده داره خون ازش میچه که درسته، یه سر پیرنش خونی میشه، شلوارش خونی میشه، اینطوری نیست. این چیه؟ این تو بیشتر موارد این دریچه بیزی بسته نشد. حالا چه عواملی باعث میشه که دیوار دریچه بیزی خوب بسته نشه؟ عوامل مختلفی هست. یک توی تکامل بگونه‌ای بشه که چی؟ این سوراخ اووا چی بخش سوراخ این سوراخ ثانویه، سوراخ ثانویه خیلی بزرگ تشکیل بشه، اپوپتوز زیاد اتفاق بیفته. این دیواره پایین چی میشه؟ دیواره اولی کوتاه میشه، اصلا نمیرسه به این ببنده. دوم این سوراخ اووال چی میشه؟ خیلی بزرگ بشه. این اندازه خودشه، این اندازه طبیعیه درسته، ولی این بالاشو همینو باعث میشه یک مشکل ایجاد میشه. تو بعضی از افراد کاملا بسته میشه، میگم پروب پیتنسی. این مشکلی هم که ایجاد میشه، میذارم همینجا مشکلاتو بگی، همین مشکلی هم که ایجاد میشه بهش میگن چی؟ ASD. ما ببین ما توی مشکلات قلبی دو دسته مشکلات داریم. یک دسته مشکلاتو بهش میگن چی؟ ASD. الان میگم چیه؟ یه سری میگن چی؟ VST. دیفکت یعنی چی؟ نقص. سپتال یعنی چی؟ دیواره. نقص دیواره دهلیزی، نقص دیواره ونتریکل بطنی. مهمترین نقص AST چیه؟
وولفرام. حالا علت های مختلفی میتونه باشه. اپوپتوز زیاد در دیواره اولیه؟ دیواره اولیه، تو دیواره اولیه. رشد کم دیواره ثانویه، رشد کم دیواره ثانویه باعث میشه چی؟ سوراخ هوا بزرگتر بشه. همه اینا عواملی هست که ببین سوالم خوب میشه دادا. با این کلمات بازی کردن میشه سوال خوب داد. همه اینا رو توجه کنید. باید بفهمید داستان چیه. به این صورت دیواره بین دهلیزی تشکیل میشود. یه استراحت دو دقیقه‌ای کنیم، برگردیم در مورد دیواره بین بطنی صحبت بکنیم.